نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی پنج شنبه و جمعه شب مطابق با دهمین و یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند صحیفه حضرت فاطمه سلام الله علیها مربوط به مواردی بوده که جبرئیل خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها شرفیاب می شده و مطالبی را با آن حضرت عرض می نموده و امیرالمومنین آن مطالب را می نوشتند که نام آن را صحیفه حضرت فاطمه سلام الله علیها نام نهادند. معظم الله با اشاره به مصحف امیرالمومنین فرمودند در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام است که آن حضرت کل قرآن را از اول تا آخرش از دهان و زبان رسول خدا با تفسیر و تأویل آن نوشتند. ایشان در ادامه فرمودند در حدیثی آمده که پس از شهادت رسول خدا آنچه را که امیرالمومنین نگاشته بودند و همراه با تفسیر و تأویل بوده است آن قرآن را به جماعت عرضه کردند اما جماعت آن را نپذیرفتند. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر اینکه مصحف امیرالمومنین همچنان وجود داشته و از بین نرفته است فرمودند این کتاب فقط در دسترس ائمه اطهار علیهم السلام بوده و حتی در دسترس علمای متقدم نبوده است و در روایت آمده که مصحف امیرالمومنین علیه السلام هم اکنون نزد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است و در هنگام ظهور به مردم عرضه خواهد شد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. همین نه همون یکی کتاب علیه علیه السلام هستم، یکی صحیفه حضرت زهرا علیه السلام، شاید همون کتاب علیه نمی اسم دیگه داره مسند باشه. ایشون میگن کتاب خاصی نی به نام مسند علی. نه ما یه چیزی در دست به نام مسند علی علیه السلام نیست، غیر از ایشون می‌فرمایند در احمد بن حنبل یه عده روایاتی که از امیرالمؤمنین نقل کرده اسمش رو گذاشته مسند علی. نه مسند نی، اون صحیفه فاطمه سلام الله علیها اینم اسمش کتاب علیه علیه السلام، یعنی این دوتا رو من میدونم. اینا حالها متأخرین، یعنی تو این قرن اخیر یه عده جمع کردن، یکیشون مرحوم اخوی ما اسد حسن جمع کرده این که روایاتی که از حضرت صادق شده، روایاتی که از حضرت باقر، روایاتی که از حضرت سجاد، روایاتی که از حضرت کاظم، جدا جدا اینا رو جمع کردن. یه عده این در متأخر المتأخرینه.